سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. لطفاً قبل از شروع این برنامه از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. باران کوثری رو میشه از مهمترین و تاثیرگذارترین بازیگران زن سالهای اخیر سینمای ایران دانست. بازیگری جدی که کارنامه بازیگریش نشون میده که هر نقشی رو به خوبی میتونه ایفا کنه و با علاقه به هنر بازیگری بپردازه. در ادامه به معرفی این بازیگر خوب کشورمون میپردازیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. باران کوثری متولد 25 مهر ماه 1364 در تهرانه. او بازیگر، طراح صحنه، طراح لباس و منشی صحنه است. باران کوثری فرزند رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما و جهانگیر کوثری، تهیه کننده سینما و کارشناس فوتباله. باران فارغ التحصیل رشته نمایش از هنرستان سور است و فیلم بهترین بابای دنیا ساخته داریوش فرهنگ نخستین تجربه بازیگری او بود. نقش آفرینی های بعدی او تا سال 1380 به بازی در فیلم های مادرش اختصاص دارد. باران با بازی در تئاتر آن سوی آینه به کارگردانی آزیتا حاجیان در سال 1376 ثابت کرد که به واسطه حمایت پدر و مادر مشهورش این هنر را انتخاب نکرده و برای این کار تلاش زیادی کرده تا خودش رو به کارگردانان زیادی ثابت کنه. او در 17 جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در اصفهان در سال 1381 یکی از اعضای هیئت داوران در بخش مسابقه بود. باران با بازی چشمگیرش در مجموعه صاحب دلان محمد حسین لطیفی همه را به تحسین واداشت. سپس از جانب خوانندگان هفته نامه چلچراغ برای دریافت نشان محبوبیت این نشریه انتخاب شد و سرانجام در بهمن ماه همین سال با کسب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از 25 جشنواره بین المللی فیلم فجر برای دو فیلم خونبازی و روز سوم و دیپلم افتخار بخش بین الملل برای فیلم خونبازی آلبوم افتخارات یک سالش رو ورق زد. او در سال 1386 در جایزه تصویر آسیا پاسیفیک تونست برای فیلم خونبازی کاندیداهای بهترین بازیگری بشه و در سال 1387 در 27 دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم حیران کاندیدای بهترین بازیگری نقش اول زن شد. در 12 جشن خانه سینما در سال 87 باران به همراه پدرش جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد رو به بابک یزدانی اهدا کرد. همچنین در سال 89 و در 14 جشن خانه سینما نگار جواهریان تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن رو از باران و حامد بهداد دریافت کرد. او در 30 دوره جشنواره فیلم فجر در سال 1390 برای بازی در فیلم بغض در بخش نگاه نو کاندیدای جایزه بهترین بازیگر زن شده بود. باران کوثری همچنین از معدود بازیگرانیه که تونسته از جشنواره فیلم فجر جایزه سیمرغ بلورین رو به خانه خودش ببره. باران کوثری برای بازی در فیلم کوچه بینام برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در 33 دوره از جشنواره فیلم فجر شد. اولین بازی جدی و مهم باران کوثری که نام او را در شمار ستاره‌های مهم زن سینمای ایران قرار داد، بازی در فیلم خونبازی بود. باران کوثری در خونبازی نقش دختری از طبقه متوسطی رو بازی می‌کنه که درگیر اعتیادی سخت شده و مادرش می‌خواهد او را برای ترک به کمپ ترک اعتیاد یکی از دوستانش در شمال کشور ببرد. با پیشرفتن داستان از گذشته او به رابطه مخدوش مادر و پدر دائم الخمرش پی میبریم و هرچه بیشتر دختر را میشناسیم بیشتر با او احساس نزدیکی میکنیم. سارا هرچند که خودش هم قصد ترک کردن دارد اما ارادهش در برابر خماری کمتر از آن است که بتواند تحمل کند و برای یافتن مواد دست به هر کاری میزند. از جنس گرفتن از یک ساقی قلابی تا گشتن به دنبال مواد در لجنزار کنار جاده که صحنه‌ای به یاد ماندنی در خونبازیه. باران کوثری تشویش و اعصاب ویران یک معتاد خمار رو به خوبی به تصویر کشیده. هرچند که میتونست در دام اغراق‌های بیش از اندازه بیفته اما بازی کنترل شده‌ای داره که تماشاگر رو تا انتها کنار خودش نگه می‌داره. جالبه بدونید که او برای مدتی ممنوع التصویر بود. خانم کوثری طبق اونچه که خودش میگوید
به دلیل مواضع سیاسی خودش در سال 1388 در حمایت از میرحسین موسوی از طرف تلویزیون ممنوع تصویر شد. این ممنوعیت در سال 1391 موجب شد هنگام بازی در نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق به کارگردانی هومن سیدی او را با تهدید از بازی و رفتن روی صحنه منع کردند. او در نهایت به خاطر این ماجرا علاوه بر ممنوع تصویری 2 سال ممنوع کار شد. هر از چند گاهی خبر ممنوع تصویری بازیگران از تلویزیون به گوش میرسه که این اتفاق بیشتر گریبان بازیگران زن رو میگیره. گاهی به دلیل کشف حجاب در شبکه‌های مجازی و گاهی به دلیل اظهار نظر اونها در مورد مسائلی خاص. اما در پاره موارد هم این امر بیان که به خود بازیگر توضیح داده بشه اتفاق میفته. در اکران عمومی فیلم جامدران به کارگردانی حمیدرضا قطبی، سازمان صدا و سیما با تماسی که با تهیه کننده فیلم داشتن از آنها خواستند تصویر و نام باران کوثری و پگاه آهنگرانی، دو بازیگر اصلی جامدران، از تیزرهای این فیلم حذف شوند. آنان برای این کار هیچ توضیحی به کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم ندادند. پگاه آهنگرانی هم در سال 1390 بازداشت و در سال 92 در دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شد. او از طرفداران جنبش اصلاح طلبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و در انتخابات سال 88 هم از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین بود. باران کوثری هم از طرفداران میرحسین موسوی بود و در تعدادی مراسم در حمایت از او حضور پیدا کرده بود. باران کوثری تا به این لحظه هنوز ازدواج نکرده و مجرد هست. انتشار برخی تصاویر او به همراه برادرش در خارج از کشور مدتی به عنوان همسر وی منتشر شده بود. اما در سال 94 اتفاق ناگواری برای باران افتاد و در یکی از صحنه‌های فیلم 7 ماهگی با کامیونی شاخ به شاخ شد و به شدت آسیب دید، تا جایی که با چند عمل جراحی سلامتی خودش رو به دست آورد. باران کوثری در مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشت گفت: در کودکی خیلی فوتبال بازی می‌کردم. وسوسه هم شدم به صورت حرفه‌ای سراغش برم، اما پدرم گفت اگه سمت فوتبال بری دیگه وقت زندگی کردن هم نداری، چه برسه به کار هنر. او درباره الگوهای خودش در بازیگری گفته: من هم مثل خیلی‌های دیگر تحت تأثیر مریل استریپ هستم. بازی و کاراکتر آنت بنینگ رو هم خیلی دوست دارم، همچنین بازی کوین اسپیسی رو. همیشه فکر می‌کردم که زیبای آمریکایی از نظر بازیگری فیلمی بی‌نقصه. در نسل جوانتر هم ناتالی پورتمن و جنیفر لارنس رو خیلی دوست دارم. در سال 90 اولین بار در تئاتر زمستان 66 با نوید محمدزاده همبازی شدم. رفاقت ما از همان زمان شروع شد و برای همین مقابل نوید خیلی راحتم. همونطور که موقع بازی جلوی حامد بهداد و یا سحر دولتشاهی خیلی راحتم. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و یادتون نره که با زدن دکمه سابسکرایب در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.